در پی لغو برخی از تحریم‌ها علیه ایران، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که اولین بخش از 4,200,000,000 دلار دارایی‌های آزاد شده ایران به مبلغ 550,000,000 دلار به حساب این کشور در سوئیس واریز شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر می‌برد، در این باره به خبرنگار یورونیوز گفت این تحریم‌ها از ابتدا غیرقانونی بود، اما در جهانی هستیم که تحت قانون نیست. با این حال ایران هشدار داده است که حاضر نیست تحقیقات برای توسعه یک مدل جدید سانتریفوژهای هسته‌ای پیشرفته را کنار بگذارد. آقای ظریف در ادامه سخنان خود گفت در حالی که بخشهایی از برنامه هسته‌ای ایران ادامه پیدا می‌کند، ما موافقت کردیم که برخی فعالیت‌های غنی‌سازی بیش از 5% ادامه نیابد. این بدان معنا نیست که به همه فعالیت‌ها ادامه خواهیم داد. به این معنا هم نیست که همه آنها را متوقف خواهیم کرد. موضوع سانتریفوژها یکی از نکات دشوار پرونده هسته‌ای ایران و در رأس مذاکرات آینده با اعضای گروه 5+1 در شهر ژنو سوئیس خواهد بود. فریبا مودت خبرنگار اعزامی یورو نیوز به مونیخ گفت در حالی که برداشت‌های متفاوتی از توافق ژنو وجود دارد، ایران و قدرت‌های غربی بار دیگر در اواخر این ماه با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا گام دیگری برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران بردارند. فریبا مودت، یورو نیوز، مونیخ.